بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به فضل و یاری خداوند تبارک و تعالی جلد دوم کتاب معاد رو شروع میکنیم و از خداوند میخواییم که ما رو موفق به اتمامش بکنه و همچنین موفق به ادراک و سنخیت پیدا کردن با مطالبش و همچنین عمل خالصانه منطبق با محتوای کتاب. بخش اول جلد دوم در مورد تمثل و تجسم اعمال و اوصاف و اخلاق در عقاید و عقاید در برزخ هستش. بحث تمثل و تجسمی بحث بسیار مهم و پردامنه هستش در برزخ و شاید در یک کلام بشه گفتش که برزخ یعنی همون تمثل خدای انسان با ظهورات افکار و عقاید و روحیاتش. سلام علیکم. بحث خیلی مفصلی داریم در این باره. همون آغاز کتاب بحث بسیار پر محتوایی شروع شده که مدتی فکر میکنم تو همین اوائل کتاب باشیم تا اصل قضیه بیشتر واضح بشه. من برای این که بتونیم کتاب رو با آرامش و راحتی و همچنین با سرعت بهتر و بیشتری بخونیم و بفهمیم، تعدادی از روایاتی رو که در مجامع روایی پیرامون این موضوع آمده انتخاب کردم که انشاءالله از جلسه بعد این روایت رو خواهیم خون. بعد از این روایت ها انشاءالله خونده بشه خیلی راحت تر ما میتونیم احتمالاً گره هایی که ممکن است توی بحث پیش بیاد بازش بکنیم. خب مقدمه شیرین و روانی هستش که بخونیم این رو. مسئله تمثل و تجسم و اوصاف و اخلاق و عقاید و اعمال در برزخ را در جلد یک این کتاب و در اواخر آن به صورت کاملا خلاصه بیان نموده و شرح و بسط مسئله را به بعد موکول نمودیم و حال به شرح آن تا حدودی که امکان دارد میپردازیم. قبل از اینکه به شرح این موضوع بپردازیم، قسمتی از همون بیان اجمالی را که در جلد اول داشتیم با عین عبارات در اینجا میآوریم تا صورت کلی این موضوع برای ما روشن گردد و سپس جزئیات آن را توضیح داده و تشریح بکنیم. در آنجا گفتیم که عالم برزخی محجوب هر انسانی چه در اصل و چه در خصوصیات و احکام خاص به لحاظ محجوب بودنش برای انسان ناشناخته است. هر فکر و هر عقیده‌ای و هر وصف و هر عملی که انسان در حیات دنیوی دارد در باطن امر و در عالم برزخی محجوب از او، عالم برزخی محجوب از او چهره خاص و حساب مخصوصی دارد، آن هم با روابط و نسب و معیارهای به خصوصی که قبل از قرار گرفتن در آن نظام دریافت آنها ناممکن است. با مرگ و انقطاع از دنیا و با کنار رفتن حجاب، انسان در عالم خاص برزخی خود قرار گرفته و هر کدام از افکار و عقاید و اوصاف و اعمال خود را با چهره برزخی و باطنی آنها می‌یابد و با صور برزخی آنها مواجه می‌گردد. نه تنها برای هر کدام صورت خاصی می‌یابد، بلکه به روابط و نسب جدیدی بین آنها برخورد نموده و این روابط و نسب جدید را مبتنی بر معیارهای مخصوصی می‌بیند.
این حالی که همین اواخر جلد یکم داشتیم دیگه همین مطلب هست، داریم تکرار میکنیم. خیلی عجیب هست، خیلی عجیب هست. در معرفت اگر یادتون باشه ما این مطلب رو اثبات کردیم که در مورد نفس لا تأخذ و حسنتون ولا نوم، نفس هرگز به خواب نمیره و مادام در حال بیداری و فعالیت هست و کل یومن هوفی شعنه، نفس اینجوری هست که دائما در شعن هستش. شما از صبح که از خواب بلند میشید کوچکترین حالتهایی که به ذهن انسان میاد، نگاه ها، لبخند، اخم، فکر، حزن، اندوه، تمام اینها هی شکل میسازه، دائما هی داره تولید میکنه. یه جایی که مثلا فرض فرمایید با یه نفر دارید برخورد میکنید، یه فرمی تو برخورد شما یه گره و عقده ایجاد شد، همون گره و عقده شکل خاصی داره، خنده شما، لبخند شما، حسن نیت شما، خوب دیدن شما، می‌بینی که اینها شکل میده، بد دیدن شما، سوء ظن شما، گره کردن شما، اینها می‌بینی که باز شکل خاصی داره. نتیجه‌ای که از خیالاتتون می‌گیرید شکل خاصی میده، نتیجه‌ای که از تفکراتتون می‌گیرید. محبت‌هایی که به اشیا یا افراد انسان پیدا می‌کنه شکل میده، یعنی برزخ ساز هستش، دائما داره می‌سازه. حالا اگر اون شی یا اون شخص محبتی که بهش تعلق میگیره به واسطه الهی بودنش هست، خب شکل برزخی زیبایی داره، و اگر به خاطر جنبه های دیگه هستش اون هم شکل برزخی ناپسندی پیدا خواهد کرد. تمام این رفتارهای ما، تمام نگاه های ما، تمام چیزهایی که میاد تو ذهن ما شکل میگیره، بهش فکر میکنیم، قبولش میکنیم، ردش میکنیم، نگاه ها، شنیدنی ها، دائما در حال شاکله سازی هستن و دائما در حال تولید برزخ هستن. خیلی حساب شده هستش، کوچکترین حرکت ما ثبت شده هستش. هر عقیده حق و وصف حق و عمل حق را با صورت برزخی متناسب و نیز هر عقیده باطل و وصف و عمل، وصف باطل و عمل باطل را هم با صورت برزخی متناسب آن می‌یابد. صورت برزخی عقاید و اوصاف و اعمال حقه از حسن و جذابیت و آثار به خصوصی برخوردار بوده و بالعکس صور برزخی عقاید و اوصاف و اعمال انحرافی از قبح و ایزا و آثار مخصوص به خود برخوردار می باشد. در این بیان اجمالی و کلی مسئله تمثل و تجسم برزخی همه عقاید و اوصاف و اخلاق و اعمال و ضوابط کلی این تمثل و تجسم تصویر گردیده است. در بیان تفصیلی و مبسوط این مسئله به تمثل و تجسم برزخی هر کدام از این امور چهارگانه به صورت جداگانه می‌پردازیم که مثلا عقاید چگونه هستش، تمثلش، اوصاف چگونه هستش، اخلاق چگونه هستش، اعمال چگونه هستش، و به ترتیب عنوان پیش آمده و در مرحله اول تمثل و تجسم برزخی اعمال و سپس تمثل و تجسم برزخی اخلاق و اوصاف را در بیان واحد و در آخر تمثل و تجسم برزخی عقاید را توضیح می‌دهیم. پس سه مرحله فعلا ما کار داریم. قبلا تذکر این نکته را لازم می‌دانیم که آنچه را در این باب و با استفاده از اشارات و آیات و روایات و با استفاده از عقل و ذوق خواهیم گفت، گوشه‌هایی از جریان تمثل برزخی و تجسم مثالی اعمال و اخلاق و اوصاف و عقاید و گوشه‌هایی از احکام تمثل و تجسم برزخی است. آن هم با قطع نظر از خطاها و اشتباهاتی که ممکن است در برداشت خود داشته باشیم. و اما همه این امر آنچنان که هست و همه ابعاد و ریزه‌کاری‌های آن و جزئیات احکام مربوطه به آن چیزی است که فقط خدای متعال می‌داند. جدا یک عالم ناشناخته و خیلی پیچیده هستش این مسئله برزخ. واقعا هم حالت ما مثل حالت یک جنینی هست که در وهم مادر بخوان بهش دنیا رو معرفی کنن با همه عظمت دنیا، با همه کمالات دنیا، با همه علوم دنیا، با همه بزرگی و عظمتش بخوان بهش معرفی کنن تا
تو رحم مادر، ببینید اون که داره اونجا زندگی میکنه چقدر میتونه بفهمه. توجه به این نکته هم لازم است که مسئله تجسم اعمال و اخلاق و اوصاف و عقاید منحصر به عالم برزخ نبوده و در قیامت کبرا یعنی در بهشت و جهنم نیز وجود دارد، آن هم به نحو بالاتر و کاملتر و جامعتر و عمیقتر و به تناسب احکام خاصی که در قیامت و در عوالم بهشتی و جهنمی هست. و اصولا باید گفت که تجسم برزخی صورت ناظری از تجسم اخروی موجود در قیامت است و صورت کامل تجسم برزخی در قیامت و در بهشت و جهنم قیامت می باشد، زیرا برزخ و مسائل برزخی به طور کلی صورت نازله آخرت و مسائل آخرت است که در قیامت پیش می آید. به همین جهت می توانیم از آیات و روایاتی که دلالت به تجسم اعمال و اخلاق و اوصاف و عقاید در عقاید می کند در قیامت می کند مسئله تجسم در برزخ را نیز استفاده بکنیم و احتیاجی به ادله جداگانه و مخصوصی نداشته باشیم. چرا احتیاج به ادله مخصوص و جداگانه نداریم؟ چون گفتیم که برزخ صورت نازله چی هستش؟ آخرت هستش. خب حالا تمثل و تجسم برزخی اعمال رو در مرحله اول شروع خواهیم کرد. یه صلوات خواهیم کرد. با دقت و در اشارات آیات و با تأمل در روایات وارده از حضرت معصومی صلوات الله و سلامه علیه اجمعین به این حقیقت میرسیم که اعمال خوب و بد انسان ها بعد از مرد و در عالم برزخ برای آنان متمثل و مجسم میگردد و موجب تنعم یا عذاب میشود. خود عمل ها دقت کنید. در جلد اول این کتاب به این حقیقت در جاهای متعددی اشاره کردیم که عالم برزخ مانند هر عالمی از عوالم وجود از احکام و سنن مخصوص به خود برخوردار بوده و برای خود احکام خاص و سنن خاصی دارد که در عوالم دیگر خلقت وجود ندارد، کما اینکه عالم دنیا برای خود احکام و سنن و معیارهای به خصوصی دارد که در عوالم دیگر نیست، و کما این که عوالم برفوق برزخ نیز هر کدام احکام و آثاری دارد که در نظام های دیگر وجود ندارد. پس فعلا اینو ما میدونیم که در عالم برزخ یه سلسله قوانین و مقررات و آثار ویژه برزخ وجود دارد، مثل همین دنیا که الان همینطور هستش، هر چیزی قانونی داره. اعمال انسان در حیات دنیا بر اساس احکام خاص دنیا دارای ماهیت و صورت عینی به خصوصی می باشد. و همین اعمال در نظام برزخی از ماهیت دیگر عینی یا صورت دیگری برخوردار است. و حال در مباحث بعدی به توضیح این مسئله می پردازیم. خب چهره دنیوی اعمال خیلی دیگه اینجا بعد دقت میخواد و قضیه چهره دنیوی اعمال، خود فهم این مسئله که چهره دنیوی اعمال چی هستش، فهم دقیقش خیلی کمک میکنه به انسان توی اینکه بتونه از شر خیلی از اعمال راحت بشه. این فهمش هم یک کسی خوب بفهمه از شر بسیاری از اعمال راحت میشه، یعنی واقعا یک قول و زنجیر بزرگی از روحش برداشته میشه، یک آرامش، یک روانی و یک سرعت خوبی پیدا خواهد کرد. همین فهم این که چهره دنیوی اعمال چی هست، این اعمال از کجا ناشی میشه و باطن هر عملی چی هستش اگر کسی اینو متوجه بشه خیلی خوب. صورت دنیوی هر عملی اگر دقت بکنیم عبارت هست از مجموع یک سلسله ارزش‌های عقیدتی و فکری، هدف‌ها و مقاصد و یا نیت‌ها، تصمیم و اراده و حرکات. در آخر چی؟ حرکات. پس از کجا شروع میشه؟ از یه سری ارزش‌های عقیدتی و فکری شروع میشه. یعنی افراد تابع هر مکتبی باشن و حتی اگه هیچ مکتبی هم نداشته باشن باز یک نظام ارزشی در وجودشون هست.
یه نظام ارزشی. خب بی قانونترین افراد، بی اعتقادترین افراد به هر نظامی ها باز در درون خودش یه ارزش ها و عقاید مخصوص خودش داره. اینها مادر هستن، منشأ هستن برای چی؟ برای سایر مراحلی که انسان انجام میده. هدف ها و مقاصد و یا نیت ها هم همینطور تصمیم و اراده انسان میگیره بعد از اینکه مقصدش رو مشخص کرد، نیت کرد، تصمیم میگیره بر اساس اون نیتش و بعد چی کار میکنه؟ در مرحله آخر عمل میکنه. هر عملی چه خوب باشد و چه بد مجموعه مرکبی است از اینها که شمردیم، فرق نمیکنه. حالا عمل را نباید تنها به حرکات اطلاق نموده و گمان بکنیم که عمل عبارت است از مجرد حرکات. اگر ما این بحث رو خوب متوجه بشیم، متوجه بشیم که چرا در اسلام همیشه در مورد صورت افکار، صورت اعمال یا حرکات حکم نمیشه. علت خیلی از حرام هاست و نمیدونم واجب است و حلال هستش و جائز است و جائز نیست مشخص میشه. عمل را نباید تنها به حرکات اطلاق نموده و گمان بکنیم که عمل عبارت است از مجرد حرکات، کما اینکه بعضی ها بدون توجه این چنین فکر میکنند. شما اگر در تک تک اعمال خود تأمل بکنید خواهید دید که هیچ عملی از اعمال شما حرکات تنها و حرکات بدون مقدمات و مؤخرات نیست و خواهید دید که حرکات از جای سرچشمه میگیرد و به جای هم منتهی میگیرد. شما خواهید دید که حرکات از اراده و تصمیم و اراده و تصمیم از هدف و قصد و نیت و هدف و قصد و نیت از یک سلسله عقیده ها و فکرها و نظرها سرچشمه میگیره. پس در واقع اون کسی که داره عمل میکنه، هر عملی رو که مرتکب میشه، این عملی که مرتکب میشه برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اصطلاح اون قصد و نیت و اراده و تصمیمی که شخص داره، این که به چه قصدی داره این کارو میکنه و به چه نیتی داره این کارو میکنه. وقت این نیت رو برمیگرده به چی؟ برمیگرده به عقاید و افکار و نظام ارزشی شخص. خب حالا بسته به این که نظام ارزشی شخص و اون باطن فرد چگونه شکل گرفته باشه و شاکلش چگونه باشه، اعمالش هم چی هستش؟ چگونه یه خودش مشخص میشه. یعنی ما اگر بخوایم بدونیم که یک نفر چگونه عمل میکنه باید به چی توجه بکنیم؟ به شاکلش توجه بکنیم، به عقایدش، به افکارش، به اون چی که مجموعاً شاکله او رو ساخته. اگر کسی شاکله رو ساخت میتونه پیشبینی بکنه که یک نفر چه عملی رو مرتکب میشه. گاهی وقتا دیدی افراد خبره میگن فلانی موفق به فلان کار نمیشه، این اون کارا نیستش، این کار نمیتونه بکنه، این کارو میکنه، هنوز عملی صادر نشده ها، اما تبحر داره، واقف به شاکله هستش، شاکله شخص رو ارزیابی میکنه، بعد بهش میگه که تو میکنه یا نمیکنه، میتونی انجام بده یا نمیتونی انجام بده. این خیلی مهمه. خب حالا این با توجه به این توضیحی که دادیم میام سر وقت این آیه شریفه که فرمود کلون یعمل و علا شاکلته، که هر کسی بر اساس چی عمل میکنه؟ بر اساس شاکلت. حرکاتی رو که شما از افراد میبینید، رفتارهای مختلفی رو که از افراد میبینید داره سر میزنه، اینو بر اساس شاکلتش. اگر کسی شاکلت رو خوب بشناسه از نوع رفتارها دیگه تعجب نمی‌کنه، نمیگه آخ مثلا این چه کاری بودی کرد، نمیگه چه
آفرین. آثار هر شخص نشانه دارایی هاش هستش، اونهایی که داره ذکر ازش صادر میشه نشانه این هستش که چی داره. به شرطی که ما وقتی به صادرات نگاه میکنیم، صادرات رو خیلی با نگاه اول نمیشه روش ارزیابی کرد. چرا؟ چون صادرات جزء صور هستن و گفتیم که صور جزء تسلط شیطان، جزء چیزایی هست که جزء تسلط شیطان قرار میگیره، حتی مقدس‌ترین صورت ها. لذا حتی اگر ما صورت مقدسی هم ببینیم نمیتونیم بلافاصله قضاوت بکنیم که شاکله شاکله خوبی هستش. البته خوب در روابط ایمانی بنا به چی هستش؟ بنا به حسن زن هستش، بنا به این هستش انسان حسن ظاهر رو رعایت بکنه. از ظاهر و عنوان و باطن در روایت داریم که ظاهر عنوان باطن هستش، ظاهری که از شخص میبینیم عنوان باطنش هستش، نشون دهنده باطن اون هستش. ولی این کلی نیست، یک استثنایی هم وجود داره. خب اگر پس ما رفتیم سراغ شاکل، شاکل را شناختیم، اون وقت نوع رفتار افراد برای ما چی هستش؟ برای ما قابل پیش بینی هستش. دیگه تعجب نمی کنیم که فلان کس چگونه رفتار کرده. به محض اینکه دارایی فرد توجه بهش بکنه، اون چه که داره و عقاید و افکارش رو متوجه عقاید و افکار این شخص بشی، متوجه بشی که این شخص فلان کار انجام میده یا انجام نمیده. لذا بحث عقیدتی و اصلا شناخت عقاید افراد، به سراغ عقاید و تفکرات اصلی و کلیدی رفتن خیلی مهمه. خیلی مهمه. از اینجا ما صورت‌های نامقدس و حرامی رو که افراد می‌بینیم به راحتی داره صادر میشه، این حاکی از یه شاکله خاصی است که این داره ازش صادر میشه. وقت اگر بخوای مداواش بکنیم باید بری سراغ چی؟ سراغ شاکله، بری اونو دستکاریش کنی تا این مسئله حل بشه. بری اونو حلش بکنی. بهترین راه برای اینکه اعمال خاصی رو کنترل بکنی، ببینی یا نبینی، اعمالی رو بخوای نبینی، این هستش که کار رو چی بکنی؟ کار رو شاکله بکنی. البته اسلام بعضی وقتا میگه اصلا شما کاری با شاکله نداشته باش. بحث شاکله سر جای خودش اهمیت داره. بعضی وقتا شما حتی با صورت مبارزه کن. با صورت مبارزه کن. مثلا در بحث امر به معروف و نهی از منکر، ما حالا صرف نظر از اینکه خب وظیفه داریم، نمیدونم رو شاکله کار بکنیم، مبلغین ما، اساتید ما، معلمین ما باید این کارو بکنن تو جامعه و روی افراد، خود یه صورت نباید باشه. یعنی با صورت هم باید چی بشه؟ مبارزه بشه. چون خود صورت میتونه چی کار بکنه؟ خود صورت شاکله سازی میتونه بکنه. دقت بکنید. یعنی چرا ما با صورت هم مقابله میکنیم؟ چون این صورت شاکله سازی میکنه. به دور توجه کنید. این دور یادتون هستش در جلد اول توضیح دادیم که این سیر اینجوری هستش که وقتی یک نفر افکار خاصی داره، این افکار به اون مقاصد و نیت‌های خاصی میدن، اون نیت‌ها اراده و تصمیم ویژه رو در شخص برمی‌انگیزن، اون اراده و تصمیم اعمال خاصی رو بروز میدن از شخص. وقت اون اعمال وقتی تکرار میشه دوباره چی کار میکنه؟ تثبیت میکنه، یعنی برمیگرده خود عقیده تأثیر میذاره، هی تثبیت میکنه. درسته اعمال ریشه عقاید ریشه اعمال هست، اما اعمال تثبیت کننده عقاید هم هست. اعمال تثبیت کننده عقاید هم هست. مثلا ما موظفیم که هم به سراغ شاکل ها بدیم، هم موظفیم با صورت ها مبارزه بکنیم. هیچ بگی آقا مثلا با بعد حجابی چی کار دارید؟ شما بید کار تبلیغاتی بکنید، کار فرهنگی بکنید. مثلا بعد حجابی چی کنه؟ بعد حجابی یه صورت نامقدسیست، نباید باشه، خود شاکله سازی میکنه، از اون جهت که آلوده است باید نباشه.
جدا از این که ما کار روی شاکله بکنیم یا نکنیم، باید باش مبارزه بشه. نوار مبتذل، اون شنیدنی باطل، دیدنی باطل، باید باش مبارزه بشه، اصلا نباید باشه. تا ما اینا رو نشناسیم نمیتونیم کار تربیتی بکنیم. اگر بخوایم کار تربیتی کنیم باید به این اصول روانشناسی و معرفت نفس خیلی توجه بکنیم. خب پس معنای این جمله که نویسنده محترم حضرت الله تعالی فرمودن این است که همون نتیجه که قرآن خیلی وجیز برای ما بیان میکنه، کلون یعمل و علا شاکلت، هر انسانی بر اساس شاکلش عمل میکنه. این از یک سو، و از سوی دیگر شما خواهید دید که عمل در حرکات خاتمه نمییابد و بلکه با نیل به هدف و مقصد خاتمه یافته و به آخر میرسد. دقت بکنید چه جمله مهمی است. میفرماید که عمل در حرکات خاتمه نمییابد بلکه با نیل به هدف و مقصد خاتمه یافته و به آخر میرسد. افراد اعمالی رو انجام میدن که چیکار کنن؟ که به یک مقصد خاصی برسن، به یک هدف خاصی برسن. پس مجموعه اینو بهش میگن چی؟ عمل. یعنی مجموعه این که شما این عمل صورت خارجی، حرکات خارجی انجام میدید تا به نیتتون برسید میشه چی؟ میشه عمل. حالا من میخوام علاوه بر این که نویسنده محترمی رو فرمودن یه جمله بهش اضافه کنم و اون هستش که عمل حتی بعد از رسیدن به هدف هم پایان نمییابد. حتی بعد از رسیدن به هدف هم پایان نمییابد. یعنی بعضی از اعمال هستش انجام میشه، انسان به مقصد خودش هم میرسه ولی ادامه پیدا میکنه. با اینکه من مقصد خودم رسیدم اما اون عملی رو که من شروع کردم منشأ یه سلسله اعمال دیگه میشه. حالا خوب دقت بکنید، ببینید شما بیست تا بطری رو بذارید پشت سر هم، این پشت سر هم ردیف بیست تا بطری، قصدتون نیستش که مثلا چیکار بکنید؟ مثلا سه تا چهار تا اینا رو بزنید، یه سنگ برمیدارید یا مثلا یه توپ خیلی سنگین برمیدارید میزنید به این سه تای اول. اما وقتی قصدت این است که مثلا سه تای اول رو بزنید یا اولی رو بزنید، شما اولی رو میزنید اما این اولی چیکار میکنه؟ به دومی فشار میاره، دومی به سومی فشار میاره. شما به قصدت رسیدی خواستی اولی رو بزنی اما تأثیرش چیه؟ تا آخر میره، اون ادامه پیدا میکنه. این مثال محسوس خیلی ضعیف هستش که من زدم براتون. حالا بگم تو مثال های واقعی ترش، مثلا یزید رو شما در نظر بگیرید علیه اللعنه. یزید قصدش چی بود؟ قصدش این بود سید و شدار بکشه دیگه، از سر باش برده، این کار رو میکنه. اما این کار که تموم وقتی میشه که عمل تموم نمیشه که، کشتن سید و شهدا یه تبعاتی داره دیگه، این تبعات منفی همینجوری میمونه. یعنی گرفتن یک حجت خدا، یک خلیفه الهی از روی زمین که شوخی نیست ما بعد مثل اینو بکشیمش. حالا امام حسین هیچ، یه استاد، یه معلم. شما ببین مثلا در روایت داریم که اذا مات العالم سلام فی الاسلام سلمت الله یسدها شر، سلام فی الاسلام سلمت الله یسدها شر. موقعی که عالم بمیره در اسلام رخنه پیدا میشه که هیچ جای او رو نمیده، چون این عالم که یه عالم که یه نفر که نیستش. وقتی این میمیره این دارای شعاع وجودی زیادی بوده،
یعنی نورانیتی داشته که ساطع میشده، خیلی جاها روشن میکرد. اون دیگه الان نیست. لذا مثلا وقتی یه نفر شهید متعدی میزنه میکشه، هدفش اینه که این نباشه، شهید متعدی نباشه، اما که اما و ملائکت و ناس، خدا و رسول و ملائکه و مردم لعنتش میکنن. چرا؟ چون عمل انجام میده برای رسیدن به یه خواسته، به خواستش میرسه، اما این عمل منشأ بسیاری از فسادها میشه، اثرش میمونه همینجا. لذا بعد از رسیدن مقصد هم عمل پایان پیدا نمیکنه و میمونه. خیلی حالت خطرناکی هستش و از طرفی هم حالت خوبی هستش. در اعمال بد انسان یک کاری رو انجام میده، به خواستش برسه، بعد این منشأ بسیاری از اعمال بد دیگه میشه، بنیان بدی رو میذاره. این دائما این اعمالی که داره تکرار میشه، جزاش مال این هستش، زشتیهاش مال این. یه نفر منحرف میکنه، یه نفر فاسد میکنه، ولی دائما که این دیگه منحرف هست و فساد هست و فساد میکنه، دائما فسادش متوجه کسی هست که اول بار اینو فاسدش کرد یا اینو منحرفش کرد. در اعمال خیر هم همینطور هست. در اعمال خیر شما یه عملی رو انجام میدید ولی تبعات طولانی داره، این هم خوب فضیلتش و خیرش میمونه. بنابراین میبینید که آن چه شما آن را عمل مینامید حرکات تنها نیست، بلکه مجموعه است از که از نقطه شروع میشود و در نقطه به آخر میرسد، مجموعه که حرکات جزئی از آن، حرکات جزئی از آن است. و اصولا اگر دقت بیشتر بکنید خواهید فهمید که حرکات تنها بدون مبادی و درونی از قبیل اراده و حرکات تنها بدون مبادی و درون مبادی درونی از قبیل اراده و نیت و یک سلسله عقاید و فکرها تحقق نمی‌یابد و نمی‌تواند تحقق بیابد و عینیت پیدا کند، کما اینکه بدون نتیجه و مقصدی هم نمی‌شود خاتمه بیابد. بالاخره عمل وقتی صادر شد نتیجه داره و نمی‌تونه که ریشه نداشته باشه عمل، حتما یک ریشه داشته که این به اینجا خط شده. هر عملی بخواهید انجام بدهید نمیتوانید مگر اینکه فکری داشته باشید و نیتی بکنید و اراده بنمایید، سپس حرکت کنید و بعد از حرکت حتما بعد از حرکت هم حتما به نتیجه‌ای برسید. حتی اگر شما بخواهید از باب آزمایش همین موضوع به عملی دست بزنید که این ترکیب را نداشته باشد، خواهید که امکان ندارد. مثلا اگر بخواهید بدون عقیده و فکری و بدون نیت و قصدی حرکتی را انجام بدهید با این عقیده و فکر که میخواهید حرکتی بدون عقیده و فکر انجام داد، بدون عقیده و فکر داشته باشید، حرکتی انجام داده. یادتون است توضیح دادم که اگر انسان ولو هیچ عقیده رو هم قبول نداشته باشه، هیچ چیز رو بالاخره نمیتونه به سلسله مسائلی پایبند نباشه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی یه زمانی داشت نهلیسم رو توضیح میداد، پوچگرایی، و یه گروه دیگر رو داشت توضیح میدادن در مورد افرادی که اصلا تابع قانون نیستن، میگن انسان من هیچ محدودیتی نباید بپذیره، تابع هیچ قانونی نباید بشه. خب بعد گفتن یه انجمنی تشکیل دادن، انجمن بی قانونا، انجمن قانونو که تابع هیچ قانونی نیستن. خب وقت بعد که انجمن تشکیل دادن، خب حالا بشینیم یه مقررات و آیین نامه برای این انجمن درست بکنیم که بعد این انجمن بی قانونا مثلا هر کدوم از اعضا مثلا این کارو بکنن، نمیدونم کل اعضا باید به این اصول پایبند باشن. بالاخره حتی اگر بخوان انسان بی قانونی هم بکنه نمیتونه، به حال تکیه به قانونی نداشته باشه.
شما میگید من میخوام یه فکر حالا خلاف این عمل کنم. حالا که شما میگید فکر هیچ عملی بدون اندیشه نیست، من میخوام یه عملی بدون اندیشه انجام بدم. خب این خودش میشه اندیشه دیگه. اون این هست که شما میخواد یه عمل رو بدونه اندیشه انجام بدید. این خودش یه نیت هست. به جای خود عقیده و فکر حالا این نکته رو خیلی دقت کنید که خیلی وقتا توی اون فضاهای خالی ذهن که توضیح دادم قبلا در معرفتم گفتم، یه موقعی همین میاد سراغ آدم و منشأ یه سلسله فسادها میشه. حالا دقیق نمیتونم الان بازش کنم براتون. گاهی وقتا حتی خوبترین آدم ها یه دفعه میگن که دنگشون میگیره، لرز میکنن، یه دفعه میگن که بابا بذار ما هم حالا یه بار یه کارو بکنیم چجوری هستش. یه دفعه میگن همینجوری این کارو میکنن، یعنی ول میکنن خودشونو تو یه لحظه ول میکنن، بعد میخوان یه کاری رو انجام بدن که خلاف روال همیشگیشون هستش. میاد سراغ انسان ها تو یه لحظه انسان ول میشه، به خصوص اون جایی که چی هستش، حالت خونسا پیدا میکنه. بعد اونجاها خیلی خیلی خطرناک هستش، خیلی خیلی خطرناک هستش. مثلا احترام روحانیت رو طرف داره، احترام علما مقدس رو داره، تو یه لحظه یه دفعه همینجوری میمونه معلق رو هوا، یعنی اصلا شروع کنه بعد و بیره گفتن. واقعش هم اینجوری نیست، یعنی اصلا این اون کاره نیست، روحن اینجوری نیست بخواد بعد و بیره بگه، بعد رها میکنه خودشو ول میکنه. حتی این لحظه حساس هم که انسان خودش هم تعجب از خودش میکنه، باز حاکی از یه شاکلهی بوده که به صورت مخفی عمل کرده و یه جایی رسونده این رو که تو اون لحظه خاص این حرکت خاص رو انجام بده. خیلی خطرناک هستش اینا. الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین نبدا، خدایا یه لحظه ما رو به خودم واگذار نکن. یعنی اینکه ما دعا بکنیم با عجز و لابه از خدا و تبارک و تعالی، باید نسبت اون حالت ها هم دعا کنیم که یه موقعی که من خلع سلاح هستم، حواسم نیست، غافل هستم، نزنن منو، غفلت نکنم. یه موقعی اصلا باور نمیکنه وقتی انسان زیر پاش کشیده میشه میگه من یه لحظه این کارو بکنم، ولی معلومه است بره تو در بیاد، گرفتار بشه. یه معلم قرآنی یه لحظه ول کرده بود، بیخیال شده بود. 17 سال تا الان که من خدمت شما نشستم گرفتاره. 17 سال دائم فعل حرام انجام داده، یه لحظه خودشو ول کرده، بیخیال شده دیگه، نتونست ازش در بیاد. حالا آمده بود میگفت چیکار بکنم، نمیتونم هم در بیام ازش. خیلی ما باید از خودمون بترسیم، خیلی ها باید بترسیم از خودمون، یعنی دائما بدبین باشیم به خودمون، به رشد ها توجه کنیم، به اینکه با الطاف الهی قدم به قدم جلو آمدیم توجه بکنیم، شکرگزار باشیم، بدونیم که خدا تا اینجا ما رو برده، از اینجا بعدم جلو میتونه ببره، امیدوار باشیم، این سر جای خودش، اما مراقب هم باشیم. یعنی اینکه مؤمن حقیقی بین خوف و رجا است، به اندازه هم امیدش دقیقا 50 است، هم چی ترسش، هیچ کدوم غلبه هم نداره. صراط مستقیم یعنی همین، یعنی با امید حرکت میکنه ولی مراقب خودش هم هستش. اصلا انسان نمیتونه به خودش اعتماد بکنه، به هیچ وجه، مگر اینکه خود را اول در نظر بگیره، یعنی اتکال به حضرت حق داشته باشه، بعد اطمینان به خودش پیدا بکنه، بگه به امید او، با توجه به او، یعنی متوجه باشه که در محضر اوست. اینو که ازش بگیرن، وقتی میاد خودش کار رو انجام بده میبینی که خیلی خرابکاری بار میاره، خیلی خرابکاری بار میاره. خیلی باید بترسی. ام سلمه هستش، یه ما پیغمبرها رو دیدیم دیگه،
پیغمبرها دیدیم که چجوری شده یه بعضی ریف زیر پاشون کشیده شده، پیغمبرهای معصوم علیه السلام. اون مثلا یه دینم رسول خدا شب بلند شد رفت بیرون، از رخت خواب پاشد رفت بیرون، منم به دنباش رفتم بیدم چه میکنه، دیدم که سرش رو به زمین گذاشته و شدید گریه میکنه و از خدا میخواد که الهی لا تکلمی الا نفسی طرفت عینی، خدا یه لحظه هم من رو به خدا واگذار کن، و با گریه هم میگفتش. ما چون خودمون نمیشناسیم اصلا متوجه عظمت این حرف نیستیم، چون خودمون رو نمیشناسیم اصلا، یعنی متوجه اون جاهایی که زیر پای ما کشیده میشه زمین میخوریم هم نیستیم حتی، ولی به قدر ظریف هست این و حساس هست که بزرگا هر چقدر بزرگتر میشن حساسیتشون بیشتر میشه، مراقبتشون بیشتر میشه، عجز و لابهشون بیشتر میشه، ترسشون از خدا بیشتر میشه، در واقع ترسشون از خودشون بیشتر میشه، اون وقت هی پناهالت پناهندگیشون به خدا میشه بیشتر میشه، یعنی هی از خودشون میفهمن که این وسط چه خبر هست، ممکنه چه بلای سرشون بیاد تو طول مسیر، دائما این پیوستگیشون رو به خدا و تعالی حفظ میکنن، دائما حالت استعاذه دارن، دائما حالت پناه دارن، پناهندگی دارن، هی پناه میبرن به خدا، هی از خدا کمک میخوان. این دعاهای روزانه که ما میخونیم خیلی مهم هستش، هر روز دعای شنبه یک شنبه ما، به خصوص زیارت ها، زیارت ها که ما هر روز خودمون رو پناه میدیم به یه معصومی، انا ضیف لکم و مستجیر بکم، دقت کنید خوب معنا رو، من میهمان شما هستم و پناهنده به شما هستم، یعنی چه پناهنده شما هستم امروز از دست خدا پناه دارم به شما، من شر کل حاسدن، از هر حسودی، از هر شیطانی، از خودم، از نفسم، از شرور نفسم، از حرص نفسم پناه میبرم. داریم در آخر زمان مؤمن شدت فتنه ها به قلب نمیشه که صبح از خانه مؤمن بیرون میاد، شب یا از کافر برمیاد. ما باید آگاهی کسب کنیم، بشناسیم واقعا نفسمون. قبلا هم خوندم روایتش از دوست مرتضی، کسی میتونه قلع و قم بکنه باطل تو نفسش، که نفس رو خوب بشناسه. بعدم یک سر توسل، این با ده ها بار دارم عرض میکنم که ما باید متوسل باشیم، یعنی باید اهل دعا باشیم، اونم خالصانه درست توجه کنیم که روی صراط هستیم، هزار تا نقشم برام سر را ممکن است کشیده باشن، یه راه تاریکی که هیچی نمیبینی، فقط به تو گفتم پا تنها رو صراط را بیفرو، تو این تاریکی برو جلو، واقعا حال ما یه همچین حالی هستش، باید ما متوسل بشیم. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم، آیه شریفه، بگو پروردگار من اصلا توجه به شما نمی کنه اگر دعای شما نباشه. دعا فوق‌العاده اهمیت داره که انسان خالصانه با عجز با تذلل خودش رو بسپاره دست خدا و تبارک و تعالی و بخواد که خدا نگرش داره. و غرور هم نداشته باشه شما، یعنی اگر انسان فکر کنه دارایی داره بعد با این داراییش میخواد بره دعا بکنه بازم فایده نداره. این که در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خود فروشان زان سوی دیگر است، بحث بسیار عمیقی هستش، خیلی حرف داره. ببینیم معصومین علیهم السلام چگونه خودشون رو معرفی کردن، با همه حقیقت خودشون داشتن روبرو میشدن وقتی خودشون رو معرفی میکردن. اسأله ان يتوب علي عبدا
ضعیف مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا مشون. این معرفی هر چهره حقیقی همه ماست. اگر غیر از این فکر کردیم، فکر بحث جیگه یا باید اعتقادت این باشه، بینشت نسبت به خودت این باشه که خودتو اینجوری ببینی همیشه، و الان نمیتونی درست دعا بکنی. چه بسا اگر این گونه خودتو نبینی و دعا کنی، دعا خوندن هم یه نقشه باشه برات. دعا خوندن جز اون زنجیره های صور مقدسی باشه که بعدا تو رو به انحراف خواهد کشون، همون نقشه باشه که شیطان کشیده تو با همین دعاها تو رو کمرتو بشکنه، با همین عشق و عجز و لابه ها کمرتو بشکنه. دعا اگر بخواد نتیجه بده، باید انسان با همه حقیقت خودش به دعا بخونه، توجه داشته باشه که چجوری دعا بخونه، نه متکبر بره، نه با من بره، با حقیقت واقعی خودش بره دعا بکنه تا به توی نتیجه بگیره. اون ترس رو احساس بکنه از نفسش، از شرارت نفسش، از دشمنش، از شیطان. بعد چیکار بکنه؟ بعد ببینه که هیچ ملجا و پناهی نیست جز خداوند تبارک و تعالی. یا ملجأ من لا ملجأ له، ای پناهگاه کسی که هیچ پناهگاهی نداره. اینجوری انسان دعا می‌کنه. یعنی وقتی داره این دعای شریف رو می‌خونه که یا سند من لا سند له، یا عماد من لا عماد له، یا زخر من لا زخر له، خودمون اونجوری در حساب کنیم. لا زخر له، لا نفی جنس است، یعنی هیچ پناهگاهی نداره. خدای من حتی عرضه ندارم شخصیتم رو حفظ کنم، عرضه ندارم آبروم رو حفظ کنم، حتی این عرضه رو ندارم. اگر تو بخوای آبروی من رو حفظ نکنی، من رسوا خواهم شد، مفتزه خواهم شد اگر تو نخواهی حفظ بکنی. خب الکلام یجر الکلام از کجا به کجا کشیده شده؟ بحث سر این بود که انسان یه موقع هایی میگه که من بیخیال هستم، یه عقیده رو همینجوری انجام بده، لج میکنه دیگه. حالا این ممکن است با نقشه قبلی این کار کنه، لجبازی نیست، ولی میخواستم بگم که لجبازی میاد سراغ ما، گاهی وقتا میاد سراغ ما، خیلی بده. وقت چند تا بحث دیگه هم متوازی این هستی با این مرتبط هست که الان عرض کردم این جایگاه دیگری داره. من میخواستم این نکته را خدمتتون به عنوان تذکر اخلاقی بس عرض کنم خدمتتون که گاهی وقتا این بیخیال شدن ها خیلی لحظه میزنه به اسم بیخیال شدن. و همینطور با این نیت و قصد که میخواهید حرکتی بدون نیت و قصد داشته باشید، حرکتی را انجام دادید. خود این نیت و قصد که میخواهید حرکتی بدون نیت و قصد داشته باشید، به جای خود نیت و قصد است. و همچنین اگر بخواهید بدون اراده یک حرکتی انجام بدهید، بالاخره به هر صورتی باشد مسلماً با اراده خواهد بود. و نیز هر چه سعی بکنید حرکتی داشته باشید که مقصدی از آن نداشته و نتیجه ای را در نظر نگیرید، باز موفق به یک چنین حرکتی نخواهید شد. حتی خود این مسئله که مقصدی نداشته و نتیجه در نظر نگرفتید، به جای خود مقصد شما و نتیجه حرکت شما است. خیلی مهم است. حالا من میدونم اینو که گفتیم، حالا خوندن این مطلب کافی نیست برای اینکه این مطلب باور ما بشه از نظر قلبی، که ما واقعا هر لحظه که داریم یه کاری میکنیم پشتش نیت هست داریم یه کار میکنیم. قدم هایی که ما برمیداریم پشتش نیت هست که داریم قدم رو برمیداریم. پس می‌بینیم هیچ عملی در حرکات تنها خلاصه نمی‌گردد و مجموعه از مبادی خاص حرکات و نتیجه است. یعنی
واقعیت عینی هر عملی از اعمال انسان در عالم دنیا یک واقعیت عینی ترکیب یافته از یک سلسله مبادی درونی و حرکات ظاهری و نتیجه نهایی است و حقیقت و ماهیت عمل انسان در این نظام و بر اساس احکام این نظام یک چنین حقیقت و ماهیتی است که توضیح دادیم. صورت عمل ما در این عالم یعنی صورت دنیایی هر عملی از اعمال ما این چنین است که شرح دادیم و حرکات ظاهری تنها نیست. این معنی با تأمل در تک تک اعمال خودمان به طور کاملا واضح و به صورت عینی برای ما معلوم خواهد شد. در اینجا می خواهیم تأمل در دقت خیش را بیش از پیش عمیق‌تر بموده و در اعمال خود به بررسی دقیق‌تری بپردازیم. می خواهیم ببینیم صورت اصلی اعمال ما چیست و چگونه است. نکند صورت اصلی اعمال ما فقط یک صورت درونی باشد؟ نکند حقیقت هر عملی از اعمال ما برخلاف آنچه در نظر سطحی فکر می‌کنیم یک حقیقت کاملا درونی بوده و حرکات ظاهری خارج از حقیقت عمل باشد؟ که این اشاره به جلسه بعد بگیری خواهیم کرد که اصلا عمل هیچ چیز نیست جز یک حقیقت درونی و این صورت‌های ظاهری هم خیلی ارزش و اعتبار نداره. اون چه که هست در انجام میشه عمل همون نیست که انجام میشه در درون شما. لذا حالا اشاره جلو بریم بیشتر متوجه خواهیم شد که ما بیش از اون چه که باید به فکر وقایع خارجی باشیم به فکر اون چی که در عالم درون داره میگذره باشیم. بعد اینو اگر انشاءالله متوجه بشیم معنی خیلی از آیات و روایات در این مسئله و معنی میتونیم موقع تحلیل کنیم برخورد اهل بیت علیهم السلام در زمانهای خودشون با وقایع خارجی با حوادثی که در داشته اطرافشون اتفاق میافتاده در برخوردشون با افراد و در خیلی چیزهای دیگه. اگر این حقیقت رو بپذیریم ما خیلی آرامش برای ما خواهد داشت. آرامشی که یعنی تکاپو و تلاشی که همیشه با طمأنینه انجام میشه. انشاءالله که به حقیقت این مطلب خوب نائل بشیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين